عز و جل می فرماید فاتحة الكتاب را بین خود و بندگان خیش تقسیم کردم، نیمی از آن من و نیمی دیگر از آن ایشان است. وقتی بنده ای می گوید بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند جل جلاله می فرماید بندم با نام من آغاز کرد و واجب است بر من که امورش را به انجام برسانم و احوالش را مبارک گردانم. وقتی می گوید الحمدلله رب العالمین، می فرماید بندم مرا ستود و دانست که نعمتهایی که نزد اوست از من است و بلاهایی که از او دفع شده است به قدرت من بوده است. وقتی می گوید الرحمن الرحیم، می فرماید بندم شهادت داد که من رحمان و رحیمم و نصیب او را از رحمتم افزون خواهم کرد. و چون بگوید مالک یوم الدین، روز قیامت را از ما دانسته است، در آن روز حسابش را آسان خواهم گرفت و از بدیهایش در خواهم گذشت. وقتی میگوید ایاک نعبد، حق سبحانه میفرماید ای فرشتگان آسمان و زمین، بدانید که به جهت این عبادت چنان پاداشی برای او در نظر خواهم گرفت که جن و انس بر او غبطه بخورند. و زمانی که ایاک نستعین را بر زبان جاری میسازد میفرماید بنده ام از من کمک میخواهد و به من پناهنده شده است، آگاه باشید که او را بر کارش کمک خواهم کرد و در سختی ها به فریادش خواهم رسید. وقتی میگوید اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، صراط غیر المغضوب علیهم، غیر بستی و به جهان باقی شتافتی. روز مصیبت
حضرت ما را عزیز می دارد و درود و تهنیت می گوید. که عیسی ابن مریم نیز در این سه وقت بر خود درود فرستاد: السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. و خداوند این چنین یحیی را مورد تکریم قرار داد و فرمود: سلام بر آن روز که زاده شد و آن روز که دعوت مرا لبیک گفت و آن روز که بار دیگر برانگیخته خواهد شد.